دیدگاه اهل سنت نسبت به ازدواج، حالا ازدواج دائم، آیا بیشتر از 4 تا رو هم جایز میدونن یا نمیدونن؟ والا شما دارید دوباره باز برای شما عرض کنم رو خط قرمز چه ها ما 4 تا را دیگه آجا آیه برای قرآنه؟ شما عرض کنم. بله خواهی این دم دیگه برای شما عرض کنم آیه قرآن هست، فنکو ماتا و بلکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. بله برای شما عرض کنم این رو البته بعضی از آقایان تا 9 تا را جایز میدانند. عجب. برای شما عرض کنم جناب آقای زیعلی متوفای 743 هست، میگه 9 تا اشکالی نداره. چرا؟ چون آیه قرآن میگه فنکو ما تاب لکم من النساء. برای شما عرض کنم چی آیه را بخوانید بیاد. فلکو ما تاب لکم من النساء مثنا 2 تا و ثلاثه 3 تا برای شما و ربا 4 تا و این خفتم و این خفتم من لا تعدل فواحده، پس این مجموعش میشه 9 تا. خدا گفته یا 2 تا یا 3 یا 4 میشه 9. میگه آقا خدا نگفته یا 2 تا یا 3 تا یا 4 تا، خدا گفته 2 تا 2 تا بگیری، 3 تا 3 تا 4 تا. ببینید این آقایان بفرمایید تبیین الحقایق شرح کنز دقایق جلد 2 صفحه 112 را آقایان ببینن، دار الکتب الاسلامی قاهره سال چاپش هم 1313 از اون که ما داریم. البته آقایان میتونن این رو از بر نرم افزار جامع الکبیر بگیرن. بله شما فرمودید که دیدگاه اهل سنت در مورد ازدواج با بیش از 4 همسر، بعدا یه سری نقل قولایی کردید از کتب اهل سنت، مثلا گفتید که برخی از علمای اهل سنت تا 9 تا رو جایز میدونن، بعد از جناب آقای زیعلی حنفی متوفای 743 گفتید که ایشون میگن 9 تا اشکال نداره چون آیه قرآن میگه فن که هم متا ولکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع که مجموعش گفتید 9 تا میشه. بله. در صورتی که من کتاب جلوم حالا باز کردم، کتاب نسخه PDF اسکن شدهش، ایشون این قول رو میاره و بر رد بر این قول داره میگه که این قول اصلا مسخره میگیره. این قول شما نسبت دارید به آقای زیعلی حنفی، من یعنی از شما خواهش میکنم که آقای کاظمی حتما عبارت شما میتونه نقل بفرمایید، این عبارت رو بخونید. بله. شما گفتید که عبارت رو بخونید. شرح تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق جلد 2 صفحه 112 دار الکتب اسلامی قاهره 1313 سال چاپش. بله. ایشون این قول رو نقل میکنه و بعدا میگه که اصلا اینا برخلاف اجماع امت هست و حتی میگه و قال بعض الشیعه و الخوارج یجوز 18 امراه. اینم اینو شما هست که از اسد بعدا اونجا که گفته این برخلاف اجماع هست، برخلاف قول شافعی و مالک و اینا رو اصلا کلا هست کردید و طور این قول رو نقل کردید که بفرمایید که این عقیده زهری حنفی است که در حالا که صفحه کتاب جلومه. من از بیننده ما خواهش میکنم برن رجوع کنم به این کتاب ببینن که آقا واقعا عبارتشو که نقد کرده بفرمایید برادر بزرگوار. بله ایشون گفته که وقال القاسم بن ابراهیم یجوز بله؟ تزوج بالسبع لان الله تعالی اباح النكاح اثنتين و بقوله مثنى ثم عليه ثلاث و رباع بالواو و هي للجمع فيكون المجموع 9. شما اون عبارتی که شما فرمودید من نقل میکنم. شما من حالا کلیپ شما رو هم دارم اگه خواستی من صدای خود شما نقل کنم استودیو حاضرم. شما گفتی که جناب آقای زیعلی حنفی متوفای 743 اعتقاد داره میگه 9 تا اشکال نداره، یعنی شما گفتی که ایشون اعتقاد داره، در صورتی که ایشون همچین چیزی اعتقاد نداره و ایشون این مطلب رو رد میکنه تا نقل نه میکنه تا ردش نقل کنه. در برادر بزرگ ببینید قانون کلی اینه، اگر یک اجازه بدید یک فقیه یک عالمی مطلبی رو نقل کرد و رد نکرد، یعنی خودش هم عقیده داره، قائل به همین هست، قائل به همین هست. ایشون گفتن که
ایشون گفتن که این برخلاف اجماع، برخلاف اجماع مسلمین هست. عبارتش بخوانید برادر بزرگوار. و هؤلاء خرقوا الاجماع لان الائمه لان الامه اجمعت على انه لا يجوز اكثر من اربع. این رد میکنه این حرفا رو. تو همون صفحه 112 شما بخونید چند صفحه پایین تر. حالا این یه مورد جان دلم. بله فقط حالا من دو نکته دیگه دارم. یکی این که در مورد زی علی حنفی شما دقیقاً فرمودید که ایشون میگویند، ایشون اعتقاد دارن. من حرف شما رو ضبط کردم. کلیپ ایشون اعتقاد دارن. اگر بخواد براتون کلیپ بذارم. من عبارت این متن عربی ایشون رو خواندم برای شما. قبلش با فارسی گفتی جناب آقای زیعلی، زیعلی حنفی متوفای 1843 معتقد است که میشه تا 9 تا گرفت. این حرف از شما شنیده. حالا بذارید. البته بعضی از آقایان تا 9 تا را جایز میدانند. برای شما عرض کنم جناب آقای زیعلی متوفای 743 است. میگه 9 تا اشکالی نداره. در مورد زیعلی حنفی شما دقیقاً فرمودید که ایشون میگویند، ایشون اعتقاد دارند. من حرف شما رو ضبط کردم. کلیپ ایشون اعتقاد دارند. برای شما عرض کنم جناب آقای زیعلی متوفای 743 است. میگه 9 تا اشکالی نداره. من حرف شما رو ضبط کردم. کلیپ ایشون اعتقاد دارند. کلیپ بذارم. میگه آقا خدا نگفته یا دو تا یا سه تا یا چهار تا، خدا گفته دو تا بگیری، سه تا چهار تا. ببینید این آقایان بفرمایید. و ما هم گفتیم هر مدرک ما داریم اعلام میکنیم، هر کس بیاد ثابت کنه این مدرک دروغه، برای هر مدرکش 100,000 تومان جایزه میدیم. یه از این بهتر دیگه، این دیگه تحدیست دیگه. برای شما عرض کنم تعارف هم ما نداریم.